خبرگزاری بلومبرگ به نقل از شانا، سازمان خبری وابسته به روابط عمومی وزارت نفت، می‌نویسد بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، گفته است که با توجه به سقوط قیمت نفت، امسال چیزی برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت کنار گذاشته نشده است. عرضه بیش از تقاضا و نگرانی از تداوم کاهش رشد اقتصادی چین، بزرگترین بازار مصرف و دومی اقتصاد بزرگ جهان، قیمت نفت را همچنان پایین نگه خواهد داشت. اشباه بازارهای نفتی از ماه ژوئن سال گذشته قیمت نفت را در سرازیری قرار داده و اکنون آن را به پایین ترین سطح خود در 6 سال و نیم گذشته رسانده است. در همین رابطه دکتر احمد علوی، استاد اقتصاد دانشگاه سوئد، میگوید معمولا دو عامل روانی و بنیادی بر قیمت نفت در بازارهای جهانی تاثیر میگذارد. ولی از اونجایی که عوامل بنیادی مانند عرضه و تقاضا و مازاد بر تقاضا در بازار هنوز وجود داره و اقتصادی به بزرگی چین نیازهاش به نفت به دلایل کاهش رشد کاهش پیدا کرده، بنابراین به عقیده بسیاری از کارشناسان اون گرایش عمومی قیمت نفت در بازار جهانی کاهنده است و این ادامه خواهد داشت تا سال آینده. امسال از قیمت نفت برنت دریای شمال 24% کاسته شده و امروز در بازار لندن قیمت هر بشکه به 43.47 دلار رسید. سعید قوامپور، مدیر کل برنامه‌ریزی استراتژیک وزارت نفت، میگوید صنعت نفت ایران در 5 سال آینده به 100 تا 500 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد. اما به گفته شانا، آقای زنگنه روز سه‌شنبه با توجه به سیر نزولی قیمت نفت گفت سرمایه گذاری جمهوری اسلامی ایران نیز در صنعت نفت به تدریج کاسته شده و از 40 میلیارد دلار در سالهای 2011 و 2012 در سال گذشته به 6 میلیارد دلار رسیده است. بر اساس برآورد ایران، عرضه نفت در بازارهای جهانی در نوبه‌های گذشته روزانه 3 میلیون بشکه بیش از تقاضا بوده است که تهران دلیل آن را اصرار عربستان سعودی در پایین نیاوردن سطح تولید اوپک عنوان کرده است. در ماه گذشته اوپک روزانه بالغ بر 32 میلیون و 100 هزار بشکه نفت صادر کرده است. وزیران 12 کشور عضو اوپک قرار است در 4 دسامبر امسال در وین، پایتخت اتریش، گرد هم آیند تا با توجه به سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی در مورد تعیین سطح تولید آتی این سازمان گفتگو کنند. آقای زنگنه بارها ضمن پشتیبانی از کاهش سطح تولید اوپک گفته است که اعضای اوپک باید برای افزایش صادرات نفتی ایران سهم بیشتری در نظر بگیرند. علی نژادی، صدای آمریکا.